فرق سازهای ایرانی و سازهای اروپایی در اینه که با سازهای اروپایی شما نمیتونید یک چهارم پرده که در موسیقی ایرانی هست اجرا کنید، ولی با سازهای ایرانی مثل تار، ستار و سازهای از این قبیل شما میتونید خیلی راحت آهنگهای ایرانی رو بنوازید. فرق موسیقی ایرانی و اروپایی همینه که در موسیقی اروپایی از نیم پرده و یک پرده استفاده میشه، ولی در موسیقی ایرانی شما میشنوید که از یک چهارم پرده استفاده میشه. مقدمه که گفتم به این خاطر بود که با آقای حسن تشکری در این مورد گفتگوی داشته باشم. اصولا هنرمندان ایرانی وقتی که به خارج میان یا با سازهای اروپایی نوازندگی میکنن، به دنبال این هستن که بتونن ردیف‌ها و دستگاه‌های ایرانی رو در این سازها پیاده کنن. آقای تشکری این کارو کردن. خواهش میکنم که آقای تشکری در این مورد توضیح بدید. خدمتتون عرض کنم که سازی رو اوایل سال 86 با آلمان اومدم، پیدا کردم که درش رو پرده بود. البته این ساز عربی بود، از عربستان سعودی اومده بود، البته کامل نبود. بعد سازی به بازار اومده بود به نام کرک، بله، که من اینو گرفتم و در کتابش خوندم که این میشه باهاش سوری کرد و کرون کرد و خیلی بله. کاملتر از اون سازی که قبلا داشتم و این سازو گرفتم و چون علاقه دارم به این کار، به موزیک اصیل ایرانی، اینه که همینجور ادامه دادم. بله. و سگای ایرانی مینوازم که فکر میکنم همه خوششون میاد. بعد صداهایی رو در این ساز من خودم به وجود آوردم، مثل بله. سنتور، فلوت و تار. بله. خودم درست کردم. یعنی مجموع این صداها رو شما از ساز خودتون در میارید؟ از ساز خودم، از ترکیبای صداهای دیگری استفاده کردم و اینو درست کردم. بله. بله. این چهار مزابی که اجرا میکنین در دستگاه سگاست؟ بله. خیلی خوب. پس به اتفاق همه بینندگان عزیز میشنویم چهار مزاب زیبایی رو که آقای حسن تشکری با ساز فرنگی خودشون ولی به ایرانی اجرا میکنن. توجه فرمایید.